And if we can now take evidence, please, from Nasrullah Marandi. Thank you. با سلام خدمت حضار و کارشناسان و وکلا و حقوق‌دانان محترم. من به مدت 10 سال به خاطر هواداری از سازمان مجاهدین در زندان‌های اوین، قزلحصار و گوهردشت بودم. از سال 1986 تا 1988 در زندان گوهردشت و در مقطع قتل عام در همین زندان بودم. زندان گوهردشت 8 بلوک که هر بلوک 3 طبقه داره در مجموع 24 تا بند میشه. در ابتدای هر بند یک سویت یا اصطلاحاً ما فرعی میگفتیم که قرار داشت و تقریباً هر بندی در مجموع 40 تا سلول داشت که 3 تا از این بندها بندهای اتاقای بزرگ داشت که قبل از 1988 تقریباً مملو از زندانیان سیاسی بود. من از راهروی مرگ زندان گوهردشت مختصری را آنچه دیدم بازگو می‌کنم. در نیمه دوم ژوئن 1988 که خمینی جام زهر را نوشید و آتش‌بس را پذیرفت، فضای زندان توسط زندانبان‌ها به سرعت غیرعادی شد. تلویزیون‌ها را از بند بردند و فضای امنیتی حاکم کردند. در آن زمان من در بند 3 گوهردشت بودم. اعدام‌ها در گوهردشت از 30 جولای 1988 در سوله‌ای که در کنار آشپزخانه قرار داشت انجام گرفت. البته بعد از چند روز اعدام‌ها در مکانی دیگر که سالن بزرگی بود در طبقه اول زندان و یا همان اتاق اعدام انتقال داده شد. در 30 جولای 1988 10 نفر از دوستانم از جمله رضا زند، مهرداد اردبیلی، اصغر مسجدی و تعدادی دیگر را بردن از بند و دیگر بر نگشتن. ولی در آخر شب متوجه شدیم در رفت و آمد از سوله‌ای که ما از بند 3 مشرف بودیم بر آن، ساختمانی که در کنار سوله‌ای که در کنار آشپزخانه زندان بود، فرقان تناب و تعدادی پاسدار از سوله به سمت ساختمان زندان می روند. من همان 30 جولای نیمه های شب کامیونی را دیدم که پیکر اعدام شدگان در آن قرار داشت و برزنت روی آن کشیده شده بود و با اسکورت توسط پاسداران از زندان خارج شد. البته شب‌های دیگر هم ادامه داشت. من دهم تاریخ اول اوت 1988 من را به همراه 40 نفر از همبندیانم از بند خارج کردند توسط داوود لشکری و تعدادی پاسدار دیگر و به راهروی مرگ و انفرادی‌های گوهردشت انتقالمون دادند و من را برای اولین بار در 6 اوت در راهروی مرگ برده شدم. راهروی مرگ کلیدور بزرگ زندان گوهردشت در طبقه اول زندان قرار داشت و کمیسیون مرگ در سوییتی در همین طبقه بود. در 6 اوت تعداد بسیاری زندانی با چشم‌بند در 2 طرف راهرو نشسته بودند. راهرویی که تقریباً شاید بیش از 100 متر طول آن بود. مستمر آخوند محمد مقیسی یا همون ناصریان همراه حمید نوری که در سوئد محاکمه شد و در 2 دادگاه حکم ابد گرفت، زندانی ها پیش کمیسیون مرگ برده می شدن. در همین روز توسط ناصریان پیش کمیسیون مرگ رفتم و در این کمیسیون آخوند نیری به عنوان رئیس کمیسیون، اشراقی داستان تهران و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور وقت رژیم جنایتکار خمینی به عنوان معاون داستان و پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات را دیدم. تمام این 4 نفر را قبلا می شناختم چون که در تلویزیون های رژیم مصاحبه هاتشون را دیده بودم. از جمله ابراهیم رئیسی کسی بوده که سالها به عنوان
داستان دادیاری کرج یا همون داستانی کرج بود و مصاحبه‌های مختلفی کرده بود. بعد از مشخصات و چند سوال اتهام را سوال می‌کردند و به زودی از اتاق یا همون کمیسیون مرگ به بیرون انتقال می‌دادند و من را به سمت چپ برده شدم. انتهای این راهرون در واقع انتهای سالن سمت چپ اتاق اعدام قرار داشت. در 6 اوت 1988 تا پاسی از شب من در این راه رو بودم. تعداد بسیاری از زندانیان از جمله همبندیان خودم را در گروه های 10 یا 12 نفره به انتهای راه رو که همان اتاق اعدام بود توسط پاسداران برده می شدند. از جمله دوستم ناصر منصوری که تقریبا 3 ماه قبل از اعدام ها از بندمان برده بودند و تحت شکنجه قرار داده بودند و قطع نخا بود و حرکتی نداشت و همون روز از بهداری گوهردشت با برانکارد آوردند. با برانکارد نزد کمیسیون مرگ برده شد و با یکی از این گروه های 10-12 نفره در 6 اوت 1988 ناصر هم اعدام شد. دوستان دیگرم امثال طاهر بزاز حقیقت طلب، قاسم سیفان، علی حق وردی، علی وسلی و بسیاری دیگر اون روز من در گروه های 10-12 نفره دیدم و به انتهای راه رو رفتن و دیگر بر نگشتن. همچنین تعدادی زندانی زن را دیدم که پیش کمیسیون مرگ برده شدن و دیگر هیچ خبری از آنها ندارم و در هیچ جا هم اسمی از آنها نیست. در زندان گوهردشت چه زندان زنان زندانی اعدام شدند. بعد از هر دوره اعدام حدود 30 دقیقه بعد پاسداران از اتاق مرگ به سمت کمیسیون مرگ می اومدند. نایلونی پلاستیکی در دستشان بود که عینک ها و ساعت و وسایل شخصی دوستان اعدام شدگان مادران بود و این تکرار ادامه داشت. در اواخر جولای تعدادی از زندانیان سیاسی از شهر کرمانشاه و ایلام به طبقه زیرین بند ما که همان بند 3 بود آوردند و اونها هم اعدام شدند، چون که بعد از قتل عام در سال 67 تمام ما زندانیان را در یک بندی به نام بند 13 جمع کردند. از کرمانشاهیان و ایلامیان کسی در میان ما نبود. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور رژیم و نقش فعلی رئیس جمهور اکنون رژیم نقش فعالی در این قتل عام ها داشت و اصرار داشت که یکی از امضاهایی باشد که هرچه سریعتر زندانی اعدام شود. این جنایت و قتل عام از قبل سازماندهی شده بود و با برنامه در تابستان 1988 اجرا شد، چون که یک هفته قبل از قتل عام در واقع فضای زندان کلن هر ورود و خروجی حتی برای پاسداران امکان نداشت و ممنوع بود. تماماً باید در این جنایت شرکت می‌کردند. به طور مثال در تابستان 1987 پاسدار داوود لشکری همه ما را به حیات بند برد و گفت منتظر فرمان خمینی هستیم، همه باید اعدام شوید. و یا آخوند مقیسه‌ای بعد از اعدام‌ها به بند 13 که همان بندی بودیم که تعداد محدودی مانده بودیم آمد و گفت همه دوستانتان را اعدام کردیم و حکم شما هم اعدام است. البته بعد از اعدام‌ها افراد باقی مانده از قتل عام را بعد از سال 1991 با وثیقه‌های سنگین و ضامن‌ها از خانواده‌هاشون به مرور به اصطلاح آزاد کردند، ولی همچنان فشارها و شکنجه ها و بازجویی ها ادامه داشت تا جایی که تعدادی از بسیاری از زندانیان آزاد شده را ربودند و توسط رژیم به قتل رسیدند و اصطلاحاً در قتل های زنجیره‌ای از بین رفتند. از جمله امیر غفوری، محمود میدانی، سیاوش ورزشنما، دکتر علا مبشری، مهرداد حاجیان و بسیاری دیگر که در اینجا فرصت اسامیشون نیست. در واقع زندانی آزاد شده مستمر تحت بازجویی و فشار و محروم از تمامی مزایای اجتماعی بود.
و در نهایت هم روبوده و حذف فیزیکی میشد. خود من هم دو بار تا مرحله روبوده شدن نزدیک شدم، ولی با تجربیاتی که دوستانم داشتم موفق به فرار شدم. البته جزئیات شرح آن را میذارم برای فرصتی بعد. و در پایان اگر سوالی هست من آماده پاسخگویی هستم، با تشکر از فرصتی که در اختیار من قرار گرفت. Mr. Mirandi, thank you for your evidence. A couple of questions from it, please. In Gohard Asht prison, you said that, as far as I understand it, that more or less everybody was executed. What sort of number had been in the prison, and then at the end of the execution, how many were left? واقعا یک سوال سختیه که باید رژیم جمهوری اسلامی جواب بده. و حتی مقامات گذشته فعلی، از جمله مقاماتی که در وزارت اطلاعات بودن، آمار بیش از 30,000 تا در این کشتار 1988 دادن. هیچ استانداردی در هیچ زندان رژیم از جمله در گوهردشت نبود. ما در سلول‌هایی بوده در آن مقطع در قزل‌حصار شاید کمتر از 18 متر بود. 36 نفر قرار می گرفتیم. این شاید تخیلش برای افراد بیرون از ما سخت باشه. سلول‌های کوبیست در 2 متر بیش از 6 نفر قرار می گرفتیم در 209. پس در نتیجه من آمار واقعی ندارم، اما اون چه میدونم، ما فکر کنم بیش از 100 خورده‌ای نمونده بودیم از 100 و شاید 30-40 تا، نمیدونم، بازم اینم میتونه مطمئن نباشم. اما چیزی که هست، زندان گوهردشت با اون 24 بندی که من توضیح دادم و مسائل فرعی های گسترده‌ای که داشت، برآورد شخص من بیش از 4-5 هزار تا زندانی در اون مقطع میتونست باشه. یک نمونه دیگه، ما در اتاق 30 متری در اوین 105 نفر تو اون اتاقها کتابی و ایستاده زمان تقسیم میکردیم برای صرفاً زمان بگذرونیم. یعنی به خاطر این آمار رو باید این رژیم جنایتکار بعد از سقوطش به دست بیاد. همین. Thank you, Mr. Mirandi. So we have thousands of people, maybe around 5,000 people from Gohardasht prison. The people who were brought into the prison, do you know which parts of Iran they came from? تقریبا از سال 1986-85 به بعد تغییر و تحولات و جابجایی‌ها تو زندان‌های ایران کلاً گسترده بود. شاید قبل از اون ما یک حالت راکتی داشتیم، اما چیزی که من در اون زندان میدونم، زندانیان اوین بودن، زندانیانی از شمال اومده بودن، دوستانم که اعدام شدن، امثال اکبری صفت و خیلی دوستان دیگه. زندان از تعدادی در واقع همون اوایل اعدام ها 3-4 روز قبل از شروع اعدام ها در گوهردشت از ایلام و کرمانشاه برده بودند. زندانیان کل زندان داستانی کرج بودند. و نکته ای هم که در اینجاست و شاید من بهش نپرداختم، امیدوارم دوستان دیگه هم بپردازن، دستگیری‌های جدیدی هم ما داشتیم در اون روزهای اعدام، از بیرون انتقال داده می‌شدن و حتی نوع لباس پوشیدن‌هاشون با ما که زندانی با دمپایی بودیم تفاوت داشت و اینها آمارها رو بیشتر از این می‌بره. فقط یک نکته پایانی شاید اینو بگم که ناصریان و داوود لشکری تأکید می‌کردن تمامی پرسنل اعدام زندان باید حتی شده در یک بار زدن چهارپایه که اصطلاحاً با
تناب دار بود باید شرکت داشته باشن. این بود که من خودم مواقعی بود 11 و نیم در همون روزی که من در 6 اوتی که در راه روی مرگ بودم، ساعت 11 و نیم شب تعدادی محدود مونده بودیم که ما رو به سلول ها انتقال دادن. یعنی از صبح ساعت 7 تقریبا هیئت کمیسیون مرگ می اومد تا نیمه های شب مستمر هر روز ادامه داشت. A final question I would like to ask you, please, is about. I'm going to ask you two questions. The first one is, how long before the execution started did you think it was being planned for? And the second one, from what you saw from your time in prison, what's the biggest scar that it's had on you? من و خیلی از دوستانمون که زنده موندیم در اون قتل عام 1988 پروسه های گذروندیم. من 4 ماه در اصطلاحاً بهداری گوهردشت بودم. در گوهردشت بهداری نبود، بلکه تمام کسایی که در اونجا بودن یا بر سر شکنجه های سنگین چندین بار کف پاشون از عمل جراحی شده بود، بسیاری در تهاجمات پاسداران برای صرفاً خوندن روزنامه دستگیر شده بودن، زخمی بودن، افراد مختلفی اصطلاحاً ما دیالیز میگفتیم، بر اثر کابل‌های سنگین اینا دیگه کلیه‌هاشون کار نمی‌کرد، اما با تمام اینها تا اونجایی که تونستن اعدام کردن در سال. ولی ما به یه هویتی رفته بودیم، هویت سیاسی داشتیم. ما هر کدوم با جریانات سیاسی مختلف این هویت ما بود، ولی اونا این هویت رو میخواستن از ما بگیرن. در یه مقطعی تمام اون شکنجه ها به بنبست رسید، مقاومت در زندان حرف اول رو میزد. دیگه ما حق قانونیمون، طبیعیمون که بگیم هوادار چه جریانی هستیم، و تقریبا میشه گفت این از سال 1986 به بعد ما حاضر نبودیم هر چیزی که اونها میگن بپذیریم. به این خاطر اونها نشون میداد که دیگه شکسته شدن در قبال مقاومت و تحرکاتی بود. باز شاید اینجا خیلی کوتاه بگم، ما رو به اتاق گاز میبردن. اتاق گاز نقطه‌ای بود که ما اگر ورزش میکردیم پاسداران میریختن تونل مرگ درست میکردن، ما رو با کابل میزدن. 50 نفر 60 نفر رو میبردن در یک اتاق کوچیکی شاید کمتر از 40 متر، هیچ فضایی به بیرون نداشت. تقریبا بعد از 1-2 ساعت همه ما از نفس کشیدن میافتادیم، بدنامون انقدر عرق میکرد که این باعث میشد تنفس نداشتیم، و اونجا رو ما اسمش رو در اون نقطه گذاشتیم اتاق گاز. این اصطلاحیه که همه زندانی ها بعدن در دادگاه امید نوری هم خیلی گفته شد. در نتیجه تحرکات اینها به بنبست رسیدنشون، نمونهش نکته‌ای که من از داوود لشکری گفتم اشاره میکنه، در سال 1987 میگه حکم اون با نام خمینی نام میبره، میگه حکم همه شما اعدام است، ما منتظر بودیم. در هر حال ما مجموعه مقاومت ها و شکست رژیم احساس میکردیم یه روزی اینا سراغ ما بیان، ولی زمان نمیدونستیم، و این مسئله بعد از پذیرش قطعنامه اتفاق افتاد. Thank you. Can I come on to Mr. Njeri, but can I just ask you, did you have any information before the execution started that they were going to happen? بله بله. ما اطلاعات از بیرون نداشتیم، ولی بعداً متوجه شدیم. از جمله اوین، یکی از دوستان ما به نام
مقبلی، مسعود مقبلی قبل از اعدام ها صداش میکنن تقریبا شاید یک ماه یک ماه اون حدودا، من تاریخش رو اشتباه نکنم، و اونجا میگن یا باید با ما کار بکنی یا تصمیماتی زندان برای شما میخواد بگیره. یعنی خبرها رو رسون به روز ما میرسید. ما آگاهی داشتیم اینا میخوان یک کاری بکنن، ولی کم و کیفش و گستردگیش رو مطمئن نبودیم. اما یه نکته هم که اینجا لازم بگم، حداقل در همون 6 اوت که در واقع اول اوت که در واقع از 8 مرداد 1988 که ما داریم اشاره میکنیم اعدام ها شروع شد، میشد گفت زندانی ها همه میدونستن ولی کسی حاضر نبود در قبال اینا سر کوتاه بیاد و این اخبار مختلفی بود. موردایی هم داشتیم، مشخصا دو مورد شاید اینجا لازم نباشه اسمشون بیارم، به دلیل روابطی که خانواده‌شون داشتن، خود این دوستان ما خبر نداشتن، اینها رو قبل از اعدام ها جاشون رو عوض کرده بودن که احیانا دورتر باشن از دسترس این کمیسیون مد. بعد از اعدام ها ما متوجه شدیم. Right. Thank you. Thank you.